سلام، من نیلوفرم، اینجا استودیو کالاتیک و ما امروز اومدیم تا با هم سریال دلستافاس رو بررسی کنیم و هرچی خبر و شایع راجبش میدونیم و بهتون بگیم. اول از همه بریم سراغ داستان این بازی جذاب. فقط اگه سریال دلستافاس رو بازی کردین این پارت به دردتون نمیخوره، میتونیم بزنیم پارت بعدی. داستان بازی در مورد دوتا شخصیت الی و جوئله. الی دختر 15 ساله است که توی دوران فیلیکرا به دنیا آمده و هیچ درکی از محیط اطرافش نداره. هر چیزی هم که یاد گرفته از کتابایی بوده که خونده. جوئل یه فرد مهربون و دلسوزه که وظیفه محافظت از الی رو بر عهده داره. اوایل داستان جوئل به الی فقط به چشم یک مأموریت نگاه میکنه، ولی رفته رفته حس پدر دختری بهش پیدا میکنه و الی اونو یاد دخترش سارا که چند وقت قبل مرده میندازه. این دو نفر توی شهری زندگی میکنن که توسط یک بیماری قارچی مسموم شده و بشریت نابود شده و همه آدما تبدیل به هیولاهای خطرناک شدن. الی تنها فردیه که از این بیماری مسئول مونده، بنابراین فکر میکنن که میتونه یه منبع الهام و درمان باشه. گروهی به نام فایرفلایز که توسط مردم تشکیل شده و دنبال راه درمان این بیماری هست، جوئل و تس رو استخدام میکنن تا الی رو به بیمارستان فایرفلایز ببره و منبع درمان این بیماری رو پیدا کنه. اونا توی مسیرشون با کلی شخصیت آشنا میشن که بعضی هاشون از هیولاهای توی بازی هم ترسناکتر و خطرناکترن. این سریال لستافاز توی یه فصل 10 قسمتی تولید شده و در مورد ساخت فصل دومش هنوز هیچ اطلاعاتی منتشر نشد. درباره عوامل ساخت سریال بخوام بگم، نکته جالبش اینجاست که همه کسایی که توی ساخت بازی با همدیگه همکاری کردن دوباره برای ساخت سریالش هم دور هم جمع شدن. مازین و درکمن، دوتا نویسنده مشهور، برای ساخت این سریال با هم همکاری کردن. مازین یه نویسنده 51 ساله آمریکاییه که اگه اهل فیلم و سریال باشی میدونین که نویسنده سریال موفق چرنوبیل بوده. درکمن 44 ساله که اصالت اسرائیلی آمریکایی داره و از آثار محبوبش میتونیم به آنچارتد و دلستافاس اشاره کنیم. هنوز فهرست کاملی از بازیگرای دلستافاس منتشر نشده، اما میدونیم که پدرو پاسکال در نقش جوئل و بلا رمزی در نقش الی قراره که ایفای نقش کنن. کلن HBO سابقه درخشانی توی استفاده از بازیگرای پر افتخار داره. بلا رمزی 17 ساله که همیشه کمتر از سن واقعی خودش به نظر میاد، بازیگر کم تجربه‌ای نیست و توی آثار مختلفی نقش آفرینی کرده. اون با بازیش در سریال گیم آف ترونز در نقش لیدی لیانا تونست توجه منتقدین و مخاطبای زیادی رو به خودش جذب کنه، بنابراین نقشش رو افزایش داد. But you're not, are you? You left Winterfell a king and came back a... I'm not sure what you are now. A lord? Nothing at all? It's not important. Not important? We named you king in the north. البته بلا رمزی راه خیلی زیادی داره که بتونه خودش رو توی نقش الی ثابت کنه، اما با بازی درخشانش توی سریال تاج و تخت به همه ثابت کرد که میتونه به خوبی از پس شخصیت تخس و کاریزماتیک الی بر بیاد. سن فعلیش هم باعث میشه که اگر کارگردان قصد داشته باشه که فصل دوم این سریال رو بسازه، این بازیگر برای اون نقش کاملا مناسب باشه. تکلیف پدرو پاسکال به مراتب روشن‌تر از بلا. به نظر من کمتر کسیه که فصل 4 گیم آف ترونز رو دیده باشه و بگه که پدرو برای نقش جوئل مناسب نیست. پدرو پاسکال 47 ساله اهل شیلیه و کارشو با بازیگری توی برنامه تلویزیونی آغاز کرده و با نقش آفرینی اوبرین مارتل توی فصل 4 سریال گیم آف ترونز به شهرت رسیده. این بازیگر میتونه خشن و مقاوم باشه و در عین حال چند دقیقه بعد شما رو احساساتی کنه. Have they told you who I am? Some dead man. I am the brother of Elia Martell. And do you know why I've come all the way to this stinking shit pile of a city? For you? I'm going to hear you confess before you die. You raped my sister. You murdered her. You killed her children.
چند وقت پیش مشخص شد که بازیگر نقش سارا، دختر جوئل، نیکو پارکر 17 ساله انگلیسیه که کار خودشو با بازی توی فیلم دامبو شروع کرده. همچنین دختر کارگردان اول پارکره. 15 جولای مشخص شد که 3 تا بازیگر دیگه قراره به این مجموعه اضافه بشن. جفری پیرس صدا پیشه نقش تامی قراره که کارکتر پی رو بازی کنه. پری داخل بازی وجود نداشت اما داخل سریال اضافه شده. پری یکی از افرادیه که جوئل و الیو تو مسیر ماجراجوییشون تو منطقه قرنطینه شده ملاقات میکنه. کان اونیل قراره که نقش بیلو بازی کنه. بیل یکی از آشناهای جوئله و توی چند تا قسمت کوتاه قراره که اونا رو کمک کنه و همراهی کنه. کانتمیر بالاگوف 31 ساله روسی عضو تیم کارگردانی این سریاله و کارگردانی قسمت اولم بر عهده داره. اون نویسنده و کارگردان فیلم بینپوله که یک درام روسی محسوب میشه. بقیه قسمت‌ها توسط علی عباسی که 41 سال سن داره و ملیت ایرانی سوئدی داره و فیلم برده رو توی کارنامش داره انجام میشه. از دیگر کارگردان این سریال میتونیم به یاسمینا ژبانیش اشاره کنیم. اولین تریلر رسمی سریال دلستافاس در 26 سپتامبر منتشر شد. با دیدن این تریلر مطمئن میشیم که تمامی انتظاراتی که از این سریال داریم برآورده خواهد شد. با توجه به اطلاعاتی که در مورد تیم کارگردانی داریم میشه انتظار داشت که تمامی وقایع به طرز ماهرانه‌ای به تصویر کشیده شده باشه. در مورد تاریخ انتشارش هنوز اطلاعات دقیقی نداریم اما دیگه 2023 سالیه که قطعاً باید منتظر پخش این سریال باشیم. دلستافاس قراره که از شبکه HBO Max پخش بشه. نظر شما چیه؟ به نظر شما این سریال هم میتونه به اندازه بازیش جذاب باشه؟ نظراتتون رو توی بخش کامنت با ما در میون بذارید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. خیلی ممنونم که مثل همیشه تا آخر ویدیو همراه ما بودید.